سلام، من آیدین حسن زادم. امروز قراره در مورد چهارمین مد کلیسایی صحبت بکنیم. ما تا الان در مورد سکیل ماژور که همون مد آیونیان هست صحبت کردیم که خیلی راحته، و بعدش در مورد دومین مدمون مد دوریان صحبت کردیم و مثالهاشو زدیم. نوبت فریجیان بود که فریجیان و یک در واقع میشه گفت شاخه دیگه از فریجیان که اسلامش میگه فریجیان دامیننت رو در موردش صحبت کردیم، و امروز میرسیم به مد بعدی، مد چهارممون که اسمش از لیدیان. همونجوری که تو ویدیوهای قبلی گفتیم در مورد مد لیدیان بر اساس یک گام ماژور ساخته شده، یعنی در واقع میشه گفتش که ما یک گام ماژور رو اومدیم یه تغییری توش در واقع انجام دادیم و مد لیدیان رو در واقع ساختیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ اینکه ببینیم مد لیدیان چجوری زده میشه، تئوریش چیه و انگشت گذاریش چجوریه، یه یادآوری بکنیم که در واقع مد لیدیان میشه گفتش که یه خورده از گام ماژور اصلیمون یه خورده شاید غمگین تر باشه. خیلی موقعا میگیم که اصطلاحا یه خورده دریمیه، یه خورده رویاییه، یه خورده اسرارآمیزه، در این حال هم چون از گام ماژور ساخته شده یکم شاده، ولی با اون روشنی و شادی که توی گام ماژور داریم نیست و یکم غم توش داره. بریم ببینیم که چجوریه. اول از همه من یه مثال میزنم از گام دو ماژور. مثالم دو ماژوره بخاطر اینکه دو ماژور میدونیم که تنها گام ماژوریه که نه دیز داره نه بمول، و نوت همه هفت نوتش اصلا بکار هستن. نوت های گام دو ماژور هستش دو، ر، می، فا، سول، لا، سی، و دوباره میرسیم به تونیکمون، مبدأ گاممون که نوت دوه. من یه دو ماژور میزنم. توی یک اکتاو در واقع از یک دو تا یک دو بعدی تو اکتاو بعدیش من یه گام دو ماژور زدم. حالا میخوایم ببینیم که چیکار بکنیم که این در واقع گام دو ماژور تبدیل بشه به گام دو لیدیان یا سی لیدیان در واقع. خب برای این کار تنها کاری که لازمه انجام بدیم اینه که نوت چهارم اسکیلمون رو که توی این مثالمون از دو در واقع نوت فا میشه، نیم پرده بالا ببریمش. یعنی به جای اینکه بگیم دو ر می فا که به صورت عادی همیشه به کار هستش، میگیم دو ر می فا دیز و ادامه گامون رو به همون صورت میزنیم. خب روی گیتار چجوری میشه؟ دو ر می، این فا مونه که طبیعتاً باید یه دونه فرد بزنیم بعد بیام جلوتر، برای اینکه دوریان بشه میشه فا دیز. پس شد و بعد ادامه اش سول لا سی دوباره دو. خب جای دیگه هم میتونیم طبیعتا همین کار رو انجام بدیم. یه مثال دیگر رو جی بزنیم. اگر جی میجر ما باشه سول یا جی در واقع A B C D F شارپ و دوباره جی، اینجا ما طبیعتا نوت دو که چهارمین نوتمونه، یه دو سه چهار در واقع نوت دو رو باید تبدیل کنیم به نوت دو دیز. خب در آخر میخوام یه تریک خیلی خیلی ساده یاد بدم که در عمل وقتی میخوایم استفاده بکنیم نیازی نباشه که تمام فرم های مد لیدیان یا در واقع باکس هاشو حفظ بکنیم، یا هی به این فکر کنیم که ما یه ماژور داریم هی چهارم ها رو ببریم بالاتر و ذهنمون رو درگیر بکنیم. تریک ما اینه، فرض کنیم که میخوایم توی اسکیل ای لیدیان یا می لیدیان یه ملودی بزنیم. خیلی ساده اگر بگم، اگر من یه بکین ترکی داشته باشم که اسکیلش ای لیدیان باشه، کاری که انجام میدم اینه که خیلی راحت از نوت ای که تونیک من هستش دو پرده میرم جلوتر، یعنی در واقع میشه نوت سول دیز یا جی شارپ، و از اینجا شروع میکنم یک اسکیل مینور طبیعی بزنم. مینور طبیعی رو که هممون بلدیم، فرض کنیم که داریم جی شارپ ماینر میزنیم. این شد در واقع یک اسکل سول دیز مینور یا جی شارپ ماینر. اما اگر در واقع تاکیدمون رو بذاریم روی در واقع نوت ای، یعنی از ای شروع کنیم و همین انگشت گذاری رو بزنیم، در واقع ما اسکلمون ای لیدیان میشه. خیلی ساده تر اگر بخوام بگم، ای لیدیان همون سول دیز مینور خودمونه. پس هر وقت که ما اگر قرار بود که لیدیان استفاده بکنیم، خیلی ساده میتونیم دو پرده از روتمون تونیکمون بریم جلوتر و از اونجا شروع کنیم یک مینور طبیعی بزنیم، و به همین سادگی در واقع اسکیل لیدیان رو نیاز نیست که بیایم به کل دسته پیدا بکنیم، با دونستن یک اسکیل مینور میتونیم این کار رو راحت‌تر انجام بدیم.
خب ما در دو مرحله میخوایم روی این آکورد می ماژور در واقع بیایم این کار رو انجام بدیم. اولی مرحله میایم روی فرم اصلی در واقع اسکیل ایلیدین این کار رو انجام میدیم. حالا اگر بخوایم از اون تریکی استفاده کنیم میتونیم به چشم سول دیز مینور بهش نگاه بکنیم که همون که تاکیدمون بر نوت می باشه چون در اصل هنوز اسکیل ما می لیدینه. سول دیز مینور رو با من میزنم. تاکیدمون می خواهد بود. اینم بود گام لیدین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.